بچه ها سلام امروز میخوام یه درس از کتاب گرامرین یوس رو بهتون بگم بچه ها حتی اگه تیتر درس رو میبینید و احساس میکنید که بلدید بهتون پیشنهاد میکنم تا آخر ویدیو رو تماشا کنید چون این درساتشون نکته داره پس بریم که تا آخر ویدیو با هم همراه باشیم بریم شروع کنیم جلد اول از کتاب گرامرین درس سی و چهارم Would you like یعنی میخوای I'd like یعنی میخوام. بچه ها این درس میخواد درباره ساختار would you like و I'd like صحبت کنه بریم قسمت A رو با هم بخونیم سمت چپ تصویر نوشته would you like مساوی do you want اینجا داره به ما میگه معنی would you like همون do you want هستش یعنی میخوای زیرش نوشته we use would you like to offer things یعنی اینکه ما از would you like استفاده میکنیم برای پیشنهاد دادن چیزها زیر ست مثال آورده بریم مثالاشو با هم بخونیم توی مثال اولی شخص A میپرسه would you like some coffee یعنی کمی قهوه میخوای شخص B میگه no thank you یعنی نه ممنون توی مثال دومی شخص ای میپرسه Would you like a chocolate? یعنی شکلات میخوای؟ شخص بی میگه Yes, please یعنی بله، لطفا توی مثال سومی شخص A میپرسه What would you like? Tea or coffee؟ یعنی چی میخوای؟ چایی یا قهوه؟ شخص بی در جواب میگه Tea please چای لطفا توی سمت راست صفم توی تصویری که میبینید خانوم از آقای میپرسه Would you like a chocolate? شکلات میخوای؟ آقای در جواب میگه Yes please یعنی بله لطفا خب بچه ها سفر رو بکشیم پایین پایین سفر رو بخونیم توی این قسمت نوشته We use would you like to تو اینوایت somebody اینجا میگه که ما از would you like to استفاده میکنیم که کسی رو دعوت کنیم زیر سه تا مثال آورده من مثالاشو براتون بخونم توی مثال اولی میپرسه would you like to go for a walk یعنی میخوای به پیاده روی بری بچه داره طرف مقابلش به پیاده روی دعوت میکنه منظورش اینه که میخوای با من به پیاده روی بری توی مثال دومی شخص A میپرسه Would you like to eat with us on Sunday؟ یعنی میخوای روز یک شنبه با ما غذا بخوری؟ شخص بی در جواب میگه Yes, I'd love to یعنی بله خیلی دلم میخواد جلوشم داخل پرانتز برای اینکه که I'd love to رو توضیح بده نوشته مساویه با I would love to eat with you یعنی خیلی دلم میخواد با شما غذا بخورم توی مثال سومی میگه What would you like to do this evening؟ یعنی امروز عصر میخوای چیکار کنی؟ منظورش اینه که امروز عصر برنامه چیه؟ بچه ها اینجا منظورش از این سال اینه که اگه طرف مقابلش برنامه ای نداره یا کار خاصی نمیخواد بکنه دعوتش کنه به جایی یا یعنی اینکه دعوتش کنه به چیزی خب بچه ها پارت ای تا قسمت داشت توی قسمت اولش گفتش که ما از would you like استفاده میکنیم برای پیشنهاد دادن چیزی توی قسمت دومش گفتش که ما از would you like to استفاده میکنیم که کسی رو دعوت کنیم خب قسمت ای اینجا تموم شد بریم قسمت بی رو بخونیم توی قسمت بی نوشته I'd like is a polite way to say I want. خب اینجا میگه که I'd لایک like روش معدبانه گفتن I want. جلوش هم نوشته I'd لایک like مساوی با I would like. خب بچه ما میدونیم که I want یعنی من میخوام. بنابراین I'd لایک like یا I لایک like هم یعنی من میخوام. فقط این که I'd like معدبانه تر از I wantه زیر ایستیت مثال ورده بریم مثالاشو بخونیم توی مثال اولی میگه I'm thirsty من تشنمه I'd like a drink من یه نوشیدنی میخوام توی مثال دومی میگه این a tourist توی دفتر توریستی I'd like some information about hotels please یعنی من کمی اطلاعات درباره هتل ها میخوام لطفا توی مثال سومی میگه I'm feeling tired یعنی من احساس خستگی میکنم I'd like to stay at home this evening یعنی من میخوام امروز از خونه بمونم خب بچه ها توی سه تا مثالی هم که دیدیم کاربرد آید لایک رو یاد گرفتیم قسمت بی هم اینجا تموم شد سفر رو بکشیم پایین قسمت سی رو بخونیم توی قسمت سی نوشته Would you like and do you like. خب بچه ها توی این قسمت میخواد Would you like و do you like رو با هم مقایسه کنه Would you like, یعنی میخوای Do you like یعنی دوست داری توی سمت چپ صفحه میخواد ساختار would you like I'd like رو به ما توضیح بده توی سمت راست صفحه میخواد ساختار do you like I like رو به ما توضیح بده خب بچه ها would you like یعنی میخوای I'd like یعنی میخوام do you like یعنی دوست داری I like یعنی دوست دارم توی تصویر سمت چپی خانومه داره از آقای میپرسه Would you like some tea؟ یعنی کمی چای میخوای؟ آقای در جواب میگه Yes please یعنی بله لطفا توی تصویر سمت راستی خانومی که مواش قرمز سوال میپرسه Do you like tea؟ چای دوست داری؟ خانمی که موهاش تلایی جواب میده Yes I دو یعنی بله دوست دارم دوباره خانومی که موهاش قرمز سوال میپرسه Would you like some now؟ یعنی الان کمی میخوای؟ خانومی که موهاش تلایی جواب میده No thank you. یعنی نه ممنون Not now یعنی الان نه خب بچه زیر تصویر ها هم یه توضیح آورده و سه تا مثال هم آورده من اول سمت چپ سفر رو میخونم بعد سمت راست سفر رو میخونم سمت چپ صفحه نوشته Would you like some مساوی با Do you want some خب بچه ها اینجا داره معنی Would you like رو به ما میگه که میگه Would you like مساوی با Do you want? که هر دوشون به معنی اینه که میخوای بنابراین would you like some tea? یا do you want some tea? یعنی کمی چای میخوای فقط همونطوری که خودش هم گفت would you like معدبانه تر از do you want هستش خب بچه ها زیرش هم سه تا مثال آورده بریم مثالاشو رو با هم بخونیم توی مثال اولی شخص A میپرسه would you like to go to the cinema tonight یعنی میخوایم شب به سینما بری زیرش هم برای توضیح بیشتر داخل پرانتز نوشته مساویه Do you want to go tonight? میخوایم شب بری شخص بی در جواب میگه Yes, I'd love to یعنی بله خیلی دلم میخواد توی مثال دومی میگه I'd like an orange please یعنی من یه پرتقال میخوام لطفا زیرش هم داخل پرانتز اومده اینو توضیح داده نوشته مساویه با can I have an orange یعنی میتونم یه پرتقال داشته باشم توی مثال سومی میپرسه what would you like to do next weekend یعنی چهارشنبه بعدی میخوای چیکار کنی منظورش اینه که چهارشنبه بعدی برنامه چیه خب بچا توی این سه تا مثال کاربرد would you like رو دیدیم حالا بریم سمت راست سفر رو بخونیم خب بچه ها سمت راست صفحه نوشته Do you like tea? مساوی با Do you think tea is nice? خب بچه ها اینجا داره معنی Do you like رو به ما میگه خب ما میدونیم Do you like یعنی آیا دوست داری Do you like tea? آیا چای دوست داری مساوی با Do you think tea is nice? یعنی آیا فکر میکنی چای خوبه؟ زیرش سه مثال آورده بریم مثالاشو با هم بخونیم توی مثال اولی شخص A میپرسه Do you like going to the cinema؟ یعنی سینما رفتن و دوست داری؟ زیرش داخل پرانتز نوشته In general یعنی به طور کلی یا عموما منظورش اینه که این سوال یه سوال کلی یا عمومی هستش منظورش اینه که کلا سینما رفتن و دوست داری زیرش هم شخص بی در جواب گفته Yes, I go to the cinema a lot یعنی بله من خیلی به سینما میرم توی مثال دومی گفته I like oranges یعنی من پرتقال دوست دارم بازم جلوش داخل پرانتز نوشته In general یعنی اینکه این یه حرف کلی یا عمومیه منظورش اینه که من کلا پرتغال دوست دارم توی مثال سومی سو میپرسه What do you like to do at weekends؟ یعنی دوست داری آخر هفته چیکار چی کار کنی؟ خب بچه توی قسمت سی ام اومد فقط معنی Would you like؟ I'd like؟ و Do you like؟ I like و گفت و اومد برای هر کدومشون چندتا تا مثالم زد خب بچه ها اینم از ویدیو امروز من پلیلیست جلد اول کتاب گرامرین یوس اینجا براتون میذارم بهتون پیشنهاد میکنم حتما برید رو تماشا کنید مرسی که تا این لحظه با من بودید ممنون ازتون روزتون بخیر خدا نگهدار